ای درویش، نار حرمان با نور ایمان جمع نشود، اما چون کافر از آن نور محروم است، به عذاب این آتش موسوم است، کما اشار المولوی. خب در جلسات قبل، در حدود 10-15 جلسه‌ای که نسبت به موضوع عرش و قیامت و جزا و پاداش سخن گفتیم، تقریبا مطالبی که در این مختصر میشد بگوییم بیان شد و اکنون با سرعت بیشتری انشاءالله پیش می‌رویم. خب فرمود که نار حرمان با نور ایمان جمع نشود. نار حرمان همان نار دوزخ است، آتش دوزخ است. نور ایمان هم همان بهشت است و آن نور ایمانی که مد نظر است. اما چون کافر از آن نور محروم است، به عذاب این آتش موسوم است. خب هر کسی که نور الهی نداشته باشد، مجبور است که نار دوزخ رو تحمل کند. اصل این است که انسان اهل نور باشد و اگر کسی نور نداشته باشد، طبیعتاً تابع نار خواهد بود، تابع آتش خواهد بود. مانند همه صفات است، کسی که علم نداشته باشد مجبور به جهل است، کسی که عدل نداشته باشد مجبور به ظلم است، چون نمی شود نه عدل داشت و نه ظلم داشت، نمی شود نه نار داشت و نه نور داشت. یک بحث کوتاه فلسفی اینجا پیش آمد که خدمتتان عرض بکنم، که چرا ما شق سومی از نور و نار نداریم؟ یعنی چرا چیز دیگری نیست؟ اگر نه نور بود و نه نار بود، چرا چیز دیگری، چیز سومی برای آن از نظر عقلی مطرح نیست؟ شما با دو واژه کاملا آشنا هستید در منطق، که در منطق با این آشنا هستید، یکی تضاد است و یکی تناقض است. تضاد و تناقض، این دو با همدیگر گویی که در افواه عوام به یک معنی به کار می رود، ولی از دیدگاه علمای منطق و فلسفه البته این دو از هم جدا هستند. تضاد یعنی این که اجتماع دو چیز متضاد محال است، اجتماعشان مرفوع است، اما افتراقشان مرفوع نیست، افتراقشان ممکن است. یعنی دو چیزی که با هم متضاد هستند، مفهومش این است که این دو با هم جمع نمی شوند، اما می شود که هیچ کدام نباشند. شیء الف با شیء ب متضاد است، شیء الف هرگز با شیء ب جمع نمی شود، اما می تواند که هر دو نباشد. اجتماعشان محال است ولی ارتفاعشان ممکن است. مثلا آتش و آب در ذهن عوام، اینها با هم متضادند، یعنی اگر آتش بیاید آب بخار خواهد شد و خواهد رفت، اگر آب بیاید آتش منتفع خواهد شد. بنابراین این دو با هم متضادند، آب و آتش با هم متضادند، اما اجتماعشان محال است. اجتماع آب و آتش با هم محال است، اما ارتفاعشان ممکن است، یعنی هیچ کدام نباشند، نه آب باشد نه آتش باشد، مثلا خاک باشد، مثلا باد باشد از عناصر اربعه. بنابراین دو چیز متضاد در جایی است که اجتماعشان محال است، اجتماعشان ممتنع است از دیدگاه فلسفی، امتناع وجودی یعنی منع وجودی دارند، اینها با همدیگر نمیتوانند جمع شوند، ولی ارتفاعشان ممکن است، یعنی امکان رفع هر دو هست، اما امکان جمع هر دو نیست. به این میگوییم متضاد. دو چیز متضاد آن است که اجتماعشان ممتنع باشد
و ارتفاعشان ممکن باشد. اما دو چیز متناقض این است که هم اجتماعشان ممتنع باشد و هم ارتفاعشان ممتنع باشد. یعنی نباشد زمانی که هر دو در یک جا نمیتوانند باشند، اما در این حال بدون این دو هم نمیتواند وجود داشته باشد. مثلا مثال عامیانه شب و روز رو مثال زنیم. زمانی که شب هست روز نیست و زمانی که روز هست شب نیست. برای حتی الان با کسر ثانیه هم اینا رو حساب میکنن که مثلا چند ثانیه و چند دهم و چند صدم ثانیه این روز مثلا وقت اذان روز از شب جدا میشود. یعنی این که اینها با همدیگر قابل اجتماع نیستن. اکنون یا روز است یا شب است، اما قابل ارتفاع هم نیستن. مجبوریم در این عالم حتما یا شب داشته باشیم یا روز داشته باشیم. نمی شود نه شب و نه روز، ممکن نیست. هم شب و هم روز هم ممکن نیست. باید از یا استفاده کنیم، باید بگوییم یا شب یا روز. این مفهوم تناقض است. دو امر متناقض بینشان نسبت یا وجود دارد، یا این یا آن، یا الف یا با، غیر از این نیست. اما نه این نه آن هم وجود دارد، نه الف نه ب. در اینجا اگر ما تصور بکنیم این عبور خواهد کرد به بحث تضاد. پس به طور کلی در تضاد نه الف نه ب و نه الف هم الف هم ب ممکن نیست. اما در جای دیگر در عالم تناقض این دو با همدیگر جمعشان محال است و رفعشان هم محال است. در آنجا جمعشان محال است اما رفعشان ممکن است. این نار و نور هم متناقض هم هستند، متضاد نیستند که ما بگوییم اگر نار بود دیگر نه نار باشد نه نور باشد، چون چیزی ممکن نیست. هم نار هم نور هم ممکن نیست، بلکه اگر نار است نور نیست و اگر نور است دیگر در آنجا ناری وجود ندارد. نار دوزخ جز که قشرفشار نیست، مغز را با هیچ ناری کار نیست. خب راجع به آتش دوزخ سخن میگوید که قشرفشار، چیزی که قشر را و پوست را می افشارد و پوسته رو می سوزاند. می گوید که آتش دوزخ فقط پوست رو می سوزاند، با عمق و با مغز کاری ندارد. این بحث مغز و پوست رو مولانا بسیار به کار برده است و برای هر چیزی طبق روال عرفا مغزی و پوستی قائل بوده است. یعنی این که همه چیز در درون چیزهای دیگر مخفی است و مبتون است. هر چیزی ظاهری دارد، پوسته‌ای دارد و باطنی دارد و ممکن است این باطن هم بطنی داشته باشد. مانند آن لایه‌های پیاز که هر کدام را که ما باز کنیم این به همان شکل خواهد بود. میگویند کسی در لسان عوام هست، کسی نمیدانست کاهو چیست. یک کاهوی گرفت و گفت که من بدانم که درون این چیست. این برگها رو در می آورد و آخرش هم دید که کاهوی وجود ندارد. گویا کاهو خود همان برگها بوده است. این است که این قشر است، قشرهایی که در درون خود مغزی دارند. اما وقتی که شما یک لبه یک برگ از کاهو رو می کنید، آن که قشر بود می رود کنار، آنکه مغز بود تبدیل به قشر می شود. دوباره اون رو که می کنید باز دوباره اون تبدیل به قشر می شود و تبدیل به مغز می شود. و همچنین هست که این تداول وجود دارد. عرفا در همه چیز، می توان گفت در همه چیز غیر از ذات خداوند، به بطون و قشور معتقدند. مولانا هم بسیار بسیار فراوان در مثنوی شریف، در دیوان شمس و در جاهای دیگر این نکته رو بیان کرده است.
میگوید که هر چیزی که هست یک ظاهری دارد که غالب مردم با آن همراهند و یک باطنی دارد. و این رو اگر ما در زندگی خودمان هم تجربه کنیم، البته همه خواهیم رسید به آن که هر چیزی قشری دارد و مغزی دارد، پوستی دارد و درونی دارد. حتی به مقدسات هم کشیده شده است، جایی که مثلا قرآن رو میگویند قرآن پوستی دارد. پوست قرآن چیست؟ همین کاغذ است و جوهر است و کلماتی است که این رو نوشتند. مثلا در مورد اون آیه مشهور که هست لا یمسه الا المطهرون، که کسان مس نمی کنند قرآن رو مگر آنان که مطهر باشند، پاکیزه باشند. فقها ها آمدن میگوین که خب حالا ما مس می کنیم قرآن رو، معنای طهارت معنای ظاهری آن هست، معنای ظاهری آن این است که از خبث اکبر یا حدث اکبر و حدث اصغر دور باشد، یعنی غسل به گردن او نباشد و وضو داشته باشد. اینها طهارت اکبر و طهارت اصغر است. طهارت اکبر رو گفتن همون غسل است، طهارت اصغر رو وضو گفتن. میگویم شما وضو داشته باش و دست بزن، اشکال نداره، این دوتا طهارت رو داشته باشی میتوانی دست بزنی. اما عرفا گفتن نه، اصلا منظور قرآن این نیست. از ظاهر، از رویه و از پوست به درون اون نفوذ کردن. گفتن لا یمسه الا المطهرون. اولا راجع به مطهرون هست، مطهرون نیست. مطهر یعنی کسی که کسی او را پاکیزه کرده است. خود انسان که نمیتوانست پاکیزه باشد. اسم مفعول است. اسم مفعول یعنی او مطهر شده است. مطهر یعنی تطهیر کننده، طاهر کننده. و مطهر یعنی آنچه که خود از طریق دیگری پاکیزه شده است. میگوید لا یمسه الا المطهرون، یعنی این که این قرآن رو مس نمی کند، بهش نزدیک نمی شود و درک نمی کند بواطن قرآن رو مگر آنها که مطهر شده باشند، از جانب خداوند برای این کار آماده شده باشند و آن طهارت قلبی و طهارت روحی رو داشته باشند. وگرنه همچنان که استاد فرمودن اگر انسانهای حافظ اندیش که بر مبنای حافظه خود با جهان مقابله میکنن، اینها هرگز نخواهند توانست که محتوای قرآن را درک بکنن، فقط در کلمات ظاهری او گرفتار خواهند شد و از کلام ظاهر بیرون نخواهند توانست بیاید. از این جهت است که عرفا به طور کلی برای همه چیز قشری و مغزی قائل هستند. برای نماز قشر و مغز قائلن. یعنی چه؟ میگوین آن اعمالی که انجام میدهید، ایستادن و حمد گفتن و سوره خواندن و رکوع و سجود، همه اینها شکل نماز است، اینها قشر نماز است. و اگر در درون آن چیزی نباشد به هیچ درد نمیخورد. میتواند مایه ریا باشد، میتواند مایه جدایی و دوری انسان از خداوند باشد. اینکه یک کسی بیاید و اعمال ظاهری نماز را انجام دهد که با اینکه نماز نخوانده است، و همین که در فارسی میگن نماز خواندن و در ترکی نماز گزاردن یا قلماخ میگوین، این نشان دهنده این عظمت است. اقامه هست، خواندن نیست. قرائت نماز که نیست، اقامه صلات است. قرائت الصلات که نیست، این که ما بیاییم، یا تلاوت الصلات هم نیست حتی، یعنی نماز رو که تلاوت نمی، نماز رو که نمی خوانند، نماز رو که قرائت نمی کنند، نماز رو اقامه می کنند، برپای می دارند. از قوم قام یقومه هست. این که گفتن که این ظاهر نماز است. ظاهر روزه چیست؟ دم بستن و به هر حال دهان رو بستن و از خوردنی و نوشیدنی پرهیز کردن و کارهایی که گفتن، مبتلات نماز و مبتلات روزه رو همه شنیدن و همه میدانیم. ده مورد مثلا روزه رو باطل میکنن، اگر آنها رو انجام ندهی روزدار محسوب میشوی و صائم محسوب میشوی. اما در نظر عرفا چنین نیست. عرفا میگوین که دهنت را ببند، اما اگر آمدی یک کاری کردی، اگر دلت با خدا نبود، اگر در این کارت به مردم مهر نورزیدی، اگر در این کارت
خدای نکرد ریایی بود، آن روزه به دردی نمی خورد و هیچ کس رو فایده ای از آن نخواهد بود، چرا که قشر رو برداشتی و مغز رو فرو نهادی. در مورد حج همچنین است. در مورد حج انسان ها می آیند، احرام می بندند، شرایط خاصی می روند و توافی دارد و رجمی و نمی دانم خیلی کارهای دیگر که حدود 37 عمل مستقل دارد که باید اینها را انجام دهد. اینا همه قشر است، اینا همه پوست است. کسی ممکن است برود آنجا همه اینها را انجام دهد ولی حاجی نباشد، ولی کسی نرود و همینجا بماند و حاجی باشد. قصه‌اش رو همه شنیده اید که آن شخص آمد نزد رابعه ادویه، آن یکی از مریدان بود. رابعه ادویه هم یکی از زنان بزرگ و از عارفه های عظیم بوده در اوایل. آمد نزد رابعه ادویه، از مریدانش بود، گفت من اینقدر پول دارم، میخواهم برم به سفر حج، آمدم اجازه بگیرم. گفت چقدر پول داری؟ گفت 200 دینار دارم. گفت آن را به من بده. اون رو گرفت، گفت 7 بار گرد من طواف کن. او همچون مرید بود و دیگه اراده خودش رو داده بود به اراده پیر و مرادش، 7 بار گرد او گردید. بعد گفت خب حالا برو خانه‌ات. گفت چطور؟ گفت حجت رو بر انجام دادی، من این 200 دینار رو خواهم داد به فقرا، به فقرا خواهم گفت که او حاجی است، او رو دعا کنید. این مرد، این شخص از کاروان جدا می شود، خجالت هم می کشید از اونا خداحافظی کنه، جدا می شود، می رود به شهر و دیار خود. چون که قدما که می رفتند زمان زیادی طول می کشید است تا بروند و بیایند. بعد از 7-8 ماه آنهایی که حج رفته بودند، حج رو گذارده بودند، حج صورت رو گذارده بودند، بر می گردند و با او ملاقات می کنند. می گویند که تو چرا اصلا به ما اهمیتی ندادی؟ چرا توجهی به ما نکردی؟ گفت چگونه؟ گفت که هر جا که ما رفتیم در رمی تو رو جلوتر از خودمان دیدیم، در طوافها خود جلوتر از تو تو را جلوتر از خودمان دیدیم، در عرفات، در مشعر، در وقوف، در همه این حالات تو را دیدیم، تو چرا به ما توجهی نکردی؟ خیلی متکبر شده ای، از ما روی گردانی. گفت به خدا سوگند که من نرفته بودم. من رفتم پیش رابعه، به من گفت که 7 بار گرد من بچرخ و برو به خانه، حج تو مقبول است. بعد 1 نفر 2 نفر آنقدر تعداد کسانی که می رو میشناختن و با هم با می رفتن آنقدر زیاد شد که این به شبهه افتاد که نکند من واقعا حج کردم. رفت نزد رابعه، رابعه گفت که همان بود، آن کودکان فقیر و یتیمی که از پول تو به آنها دادم، آنها تو را دعا کردن، حج تو واقعی بود و حج بقیه آن عظمت، آن مغز رو نداشت. حج بقیه پوستی بود و ممکن است که به مغز برسد یا نرسد، اما حج تو از اول مغز بود و حج تو از اول مقبول بود. تو بهترین حاجی هستی و بهترین طواف رو انجام دادی. اینها اموری است که در منطق عرفان البته اینها مقبول است، در منطق دیگران اینها رو البته مسخره خواهند کرد و اینها رو باور نخواهند داشت. این منطق، منطق خاص عرفان است. این است که همه چیز در جهان پوستی دارد و قشری. این پوست در خود انسان چیز، همین پوست و گوشت و استخوان است که همه اینها پوست است و آنچه که مغز است همان درون است، جان است، روح است و آنچه که ما به آن قائم هستیم. خب می‌فرماید نار دوزخ جز که قشرفشار نیست، مغز را با هیچ ناری کار نیست. اتفاقا آن چیزی که مغزی باشد، اساسی باشد، اصلی باشد، نار با به او سرایت نمی کند. اگر کسی می خواهد که دچار نار، دچار آتش نشود، باید کارهایش را مغزی کند، از پوست در بیاید. چون که آنچه که تناسب دارد با آتش پوست است و آنچه که با
جنت و با خدا مناسبت دارد آن مغز است. بایست اینها را از هم جدا کرد. ور بود در مغز ناری شعله زن، اگر هم یک دفعه دیدیم که یک ناری آمد در مغز شعله زد، بهر پختن دان نه بهر سوختن، بدان که او میخواهد بپزد. خب فرق بین پختن و سوختن معلومه دیگه، یک چیزی حرارت زیاد بدهید قشرش ظاهرش میسوزد درونش خام میماند، اما اگر این آرام باشد آرام آرام مغز پخت میشود و مغزش هم پخته میشود. کارها و امور اطاعت و عبادت خداوند هم چنین است، اگر انسان ها به قشر آن بپردازند درون پخته نخواهد شد. ممکن است 15 سال 20 سال 30 سال کار کند و عبودیت کند، اما یک دفعه از این طرف به آن طرف شود. ممکن است چون معلوم است که پوست بوده است، اما چیزی که پخته شده است دیگر تبدیل به چیز خام نخواهد شد. آنچه که می سوزد ممکن است که سوزش و حرارت او کم شود، اما آنچه که پخته شده است او دیگر هرگز خام نخواهد شد. مفهوم حال و مقام در عرفان هم همین است. حال یعنی اینکه انسان ظاهراً پوستش بسوزد، ظاهراً قشت سوز باشد، یک حالی برای کسی پیدا می شود، حال خوبی است، حال زیبایی است، او رو مدهوش می کند و می رود. اما گفتن که موقوف حال نباشید، اگر مثلا رفتید یک جای یک حال خوبی برایتان روی داد، اگر نماز زیبایی خواندید و حال خوبی برایتان روی داد، مقهور و مفتون اون نباشید، چرا که ممکن است دام شیطان باشد. حالها دامهای شیطان است، بایستی مراقب بود که انسان بگوید که عجب حالی داشتیم، ما عجب انسانی شدیم، آفرین بر من، چه نمازی خواندم، ماشاءالله که چه روزه‌ای گرفتم، چه صدقه‌ای دادم، هیچ کس، هر کس به جای من بود اینقدر پول به این نمیداد، من عجب انسانی هستم، ماشاءالله آفرین به من، من چقدر من علم دارم، آفرین به من چقدر حلم دارم، چقدر بردبارم. کسی آمده و به او دشنام گفته، این چیزی نگفته، خودش رو نگه داشته، بعد هی نفس میآید و بهش میگه که آفرین تو خیلی آدم بزرگی شدی، هر کسی بود جوابش را میداد، تو خیلی متعالی شده ای، تو خیلی آدم بزرگی شده ای که جوابش را نداده ای. این همان پوستی است که شیطان از درون پوست وارد میشود. اما اگر وجود کسی پخته شده باشد در این مسائل، دیگر به اینها وقعی نمی نهد، کار رو وظیفه خود می داند، کمک به دیگران و ملائمت با دیگران رو جزء وظیفه ذاتی خود می پندارد، چرا که پخته شده است، چرا که درون او با همه اینها آشنا شده است و هیچ مشکلی و موردی برای او وجود ندارد. از این جهت است که انسان هایی که تازه در این وادی جمع می شوند، در وادی عرفان، واقعا بایستی بپرهیزند از اینکه از دو چیز بپرهیزند، یکی از علمی که احتمالاً دارند و ممکن است این موجب تکبر شود که من چقدر میدانم، من چقدر عالم هستم به این مسئله، و دیگر عمل که من چقدر خوب هستم که به اینها عمل میکنم. اولین شایبه ای که در ذهن انسان به وجود آمد، این در حقیقت آن عمل خوب رو و این آن عمل نیک رو، هبا ان منبسا هبا ان منصورا، و یک باد پراکنده، یک چیز بی خودی خواهد کرد. اگر کار نیکی کردیم و بلافاصله به ذهنمان آمد که چقدر کار خوبی بود، دیگر تمام است، آن کار از نظر عرفان کار نیکی نیست. اما خب از نظر فقه بسیار کار نیکی است، حتی گفتن که در علن هم به دیگران کمک کنید تا اینکه مایه عبرت دیگران باشد و دیگران هم استفاده کنن، ببینن که شما در ظاهر کمک کردید، آنها هم تشویق شون و کمک کنن به انسان‌های دیگر. بنابراین بحث قشر و مغز بسیار بحث مهمی است، جز مباحث بسیار اساسی است در عرفان، و کسی که وارد این راه می‌شود باید بداند، باید قشر شناس و مغز شناس باشد که غالب انسان‌ها نیستند. 99% مردم قشر را با مغز اشتباه می‌گیرند و مغز را با قشر اشتباه می‌گیرند، و این جزء فطانت باطنی، جزء فطانتی که از جانب خداوند به انسان ارزانی می شود،
قابل درک نیست. خداوند در وجود چنین انسانی توجهی می آفریند که او بفهمد که این کاری که من انجام دادم آیا با تجربه قشر بود یا بر اساس مغز بود، و البته این هم بسیار سخت است. ور بود در مغز ناری شعله زن، بهر پختن دان نه بهر سوختن. الخبیثات للخبیثین واجب است، زشت را هم زشت جفت و ناسب است. نار از شیطان و نور از حق بود، نور حق با نار کی ملحق شود. نوریان مر نوریان را طالبند، کافران هم ناریان را جاذبند. در این نسخه هم اینجوری آمده که نوریان مر نور حق را طالبند، کافران هم نار خود را جاذبند، که این البته از آن قوی تر است و بهتر است. میگوید که نور اگر هست از حق است، نار اگر هست از چیست؟ از این انسان هاست. خداوند نار ندارد، خداوند آتش نمیزند کسانی رو که دوست دارد. خداوند عاشق است و معشوق است، خداوند عاشق انسان است. هیچ وقت این خداوند به این انسان رو آتش نمیزند، هیچ وقت این خداوندی که عاشق است بنده اش رو در دوزخ نمیسوزاند. اینها اباطیلی است که یک عده درست کردن، چون این نیست. آن ناری که به وجود می آید، آن نار از خود انسان است، از نفس است، آن نار نفس است، آن نار شیطان است، آن نار از من است، نور از جانب خداست. این مشکلی که همه باهاش موافق بودن و گفتن این نار و نور چگونه ممکن است باشد، یا مثلا خدا و شیطان چگونه میتواند باشد، و مکاتب گنوسی، مکاتب ثنوی آمده اند برای حل این مشکل، آمده اند یک استقلالی قائل شده اند، یک اهریمنی گفتن، یک اهورامزدایی گفتن، چون به کار شر معتقد بودن که در جهان شر وجود دارد، برخلاف ما که معتقد نیستیم شر وجود دارد. ما میگوییم هرچه در جهان است خیر است، شری وجود ندارد در جهان. آنها چون میگویند خب ما شر را میبینیم، شر را ملاحظه میکنیم و خیر را هم میبینیم، این شر را چه کسی آفریده است؟ اگر بگویید خدا آفریده است، که خب دیگه سرسلسله و سردسته شروران خدا خودش است، پس چرا باید بیاید شروران را عقاب کند؟ اگر خداوند این شر را آفریده است، چرا باید بیاید شروران را عقاب کند و بگوید ای شروران، ای بدکاران، شما رو من نتیجه خواهم؟ خب خودت آفریدی خدایا، من رو کاری میکردی که من شر نمیکردم، چرا چنین کردی؟ چرا شر و بدی رو در من آفریدی تا من بدی کنم بعد من رو بسوزانی؟ این که نمیشه. ما یک چیزی به کسی بدهیم بگیم این رو بنداز دور، خب بعد این هم نندازه، بعد بگیریم مثلا مجازاتش کنیم. اساس این است که اونها آمدن برای اینکه این مشکل رو حل کنن، این مشکل فلسفی و مشکل فکری و حکمی رو حل بکنن، آمدن گفتن که نور از اهورامزداست، نار از اهریمن است. اهریمن بدی ها را می آفریند و اهورامزدا نیکی ها را می آفریند. خب به این شکل این قصه رو حل کردن، یعنی به دو تا منشأ و مبدأ قدرت قائل شدن. ما این رو شرک می دانیم، ما این را شرک می دانیم، ما زرتشتیان رو مشرک می دانیم، مجوس و زرتشتیان رو مشرک می دانیم، چرا که به دو مبدأ و به دو مقصد معتقدند، یک اهریمن، یک اهورامزدا. اینها با هم جنگ می کنند، سه سال با همدیگر به قول معروف اهریمن با اهورامزدا فاصله داشتند، 3000 سال. بعد از 3000 سال اینها آمدند در این جهان، از زمانی که به قول معروف زرتشت آمد، این 3000 سال دوم شروع شد و این شر و خیر، این خدا و اهریمن و اهورامزدایی با هم در ستیز بودند و با همدیگر جنگیدند. 3000 سوم هم که بود، اینها این جنگ همچنان ادامه دارد و نهایتاً با پیروزی شر و با آمدن سوشیانت یا سوشیانس که موعود زرتشت است، این
همه اهریمن از بین خواهد رفت و اهورامزدا چیره خواهد شد و جهان به پایان خواهد رسید. پایان جهان رو بعضیا در 6000 سال گفتن، بعد از یعنی 3000 سال بعد از ظهور زرتشت، که اکنون خیلی نزدیک است بنا به تواریخ که زرتشتیان دارن، باید پایان جهان بوده باشد اکنون، یعنی 3000 سال حدوداً از زمان آمدن جناب زرتشت در همین آذربایجان ما گذشته است. اینجاست که این مطرح میشود که خب چگونه است؟ ما این رو قبول نداریم، ما توحیدی هستیم، ما به وحدت معتقدیم، ما معتقد نیستیم که شیطان و خدا با هم دیگر دشمنی دارند. شیطان کیست که بتواند در برابر خدا بایستد؟ شیطان مقهور حضرت حق تعالی است. اصلا عرفا آمدن این قصه رو به گونه ای حل کردن، گفتند شیطان خود مظهر تجلی اسماء الله است. شاید عوام مردم این رو درک نکند، ولی خواص باید نسبت به این دقت کند که میگویند شیطان در برابر خدا نیست، شیطان خود تجلی تجلیات خداوند است، تجلی اسم مذل خداوند است. مگر خداوند نفرمود که از اسامی که دارد خداوند مگر مذل نیست؟ مذل یعنی گمراه کننده. این صفت یذل بهی کثیرم و یهدی بهی کثیرم، مگر قرآن رو نمیخوانیم؟ بعضی از مترجمین بی سواد ما آمدند و به جای اینکه پی کار خود بگیرند و بروند در رشته تخصصی خود قلم بزنند، آمدند در قرآن قلم فرسایی کردند، ترجمه ایجاد کردند. یذل من یشا گفتند که هر کسی را که خودش بخواهد خدا او رو گمراه میکنه. هر کسی اینها میگوید یذل من یشا، گمراه میکند کسی را که بخواهد. چه کسی است؟ خداوند است. خدا مذل است، گمراه کننده است و هادی هم هست، هدایت کننده هم هست. یعنی ما اذلال رو به اهریمن نمی سپاریم، اذلال هم به دست خداست. منتها این اذلال چیست؟ این گمراهی چیست؟ این است که با اختیاری که به انسان داده است، این انسان می آید و این اذلال رو بر می گزیند و در حقیقت صفت بارز و تجلی اسم مذل خداوند شیطان است که او هم مقهور خداوند است. در قرآن هر جا که سخن شیطان با خدا هست، سخن شیطان با خدا کاملا عابدانه و عبیدانه است، کاملا مثل بندگان است. در جایی هست میفرماید که انی اخاف الله رب العالمین. یک عده میگویند در قیامت، در قرآن هست که در قیامت میگویند که خدایا این شیطان ما رو اغوا کرد. میگوید که انی اخاف الله رب العالمین، من از خدایی که رب العالمین است من میترسم. شیطان میگوید من از خدا میترسم. در جای دیگر به عنوان یک بنده میخواهد که خدا به او فرصت بدهد تا اینکه در این جهان بماند، و خدا هم به او فرصت میدهد طبق نظر قرآن. این است که شیطان کیست که در برابر خدا بایستد. شیطان یکی از تجلیات خداوند است، همچنان که دیگران به سراغ آن رفتن. از این جهت است که آن چیزی که در عرفان حقیقی اسلامی وجود دارد این است که ما به یک وجود معتقدیم و هر چه که هست همه تجلیات این وجود است، چه شیطان باشد، چه اهریمن یا هر چیز دیگری که باشد. منتها آن هم برای اینکه تمشیت امور شود و مردم آنچنان که اختیار جزئی که دارند از آن اختیار جزئیشان بهره ببرند تا معاد و قیامت بی‌معنی نباشد، از آن جهت این هم یک قوه قاهره ای هست که در جهان نهاده شده است. او هم به کار خود مشغول است، انسان ها هم به کار خودشان مشغولند. و بعضا گفتند شیطان چیست؟ گفتند از روایت است از حضرت علی که فرمود النفس التي بين جنبيك. یک کسی آمد پیش حضرت علی گفت که شیطان کجاست؟ گفت اون نفسی که بین جنبيك است، در کنار تو است، بین یدیك است. یعنی خود تو شیطان مجسم است. آن شیطان می آید و در وجود انسان حلول می کند، ظهور پیدا می کند و اوست که همان نفس است. نفس هم چیست؟ همان من هست.
من همان نفس است، همان شیطان است. هی بگویم من رفتم، من آمدم. همه آن چیزی که میتواند انسان رو گمراه کند این منها هست. از این جهت است که در عرفان حقیقی اسلامی به این توجه شده است. ما مشرک نیستیم مثل زرتشتیان و مجوسان که بگوییم یک اهریمن است و یک اهورامزدا. یک خداوند است و هر چه که هست تجلیات آن خداوند است و یک وجود بیش نیست و آن هم فقط وجود لایتناهای خداوند است. این اما این قسمتی که پس این نار از کجا تولید شده است؟ ما ناری هم داریم. این نار از کجا تولید شده است؟ آن هم از همان شیطان، آن هم به واسطه ای از جانب خداوند است. اما در اینجا تجلی خاص خداوند در اسم خاص شیطان، در اسم خاص ابلیس باعث شده است که نار از سمت او بیاید. و گفتن که روایت هایی هست از امام صادق که گفتن که خب خدا چرا انسان ها رو نهایتاً در آخر بر اساس قانونی که گفتیم، قانون مجازاتی که هست، انسان ها مجازات می شوند. فرمود که انسان ها چون اختیار دارند، این نار مربوط به قسمت اختیار آنهاست. به این دلیل که حیوانات اختیار ندارند و نار هم ندارند، جهنم و دوزخ هم ندارند. چرا؟ چون اختیاری ندارند. این قبیح هست که انسان بیاید کسی رو تکلیف مالای اتاق بکند. گفتن تکلیف مالای اتاق ممنوع است. آنچه را که انسان طاقت نمی آورد، انسان حکیم و یک حکیم و دانشمند، کسی که می داند، او هرگز تکلیف مالای اتاق به کسی نمی دهد. چه کس عاقلی به بچه 5 ساله می گوید که این 300 کیلوگرم مثلا وزنه رو از زمین بردار؟ هیچ کس چون نمی. چه کسی، کدام مولا به مثلا بندش دستور میدهد که بپر 500 متر مثلا بالای آن مثلا کوه برو؟ چه کسی چون طاقت ندارد، چون امکان وجودی ندارد، از این جهت هیچ وقت کسی چنین نمی کند. خداوندی که میگوید شما رو آتش دوزخ در بر خواهد گرفت، عرض کردیم چیه؟ این انشا نیست، این اخباره. نه اینکه من شما رو در آتش میندازم، نه، آتشی هست که شما در اثر اعمالتان به آن دچار خواهید شد. کارهای بدی که میکنید، خواندیم دیگه همش رو، کارهای بدی که میکنید به شکل دوزخ و به شکل آتش تجلی خواهد کرد. قلب کسی را شکستی، دل کسی را سوزاندی، به کسی تهمت زدی، حرف بدی زدی به کسی، دلش سوخت، آن تبدیل آتش شد. در قیامت آن بر اساس قانون مکافات الهی یقه تو را خواهد گرفت. هر کار هم بکنی نمیتوانی از آن فرار کنی، مگر با کار خوب، با کار خوبی که حسنات یذهبن السیئات. خود خداوند فرمود که نیکی ها بدی ها را از بین میبرند، ثواب ها گناه ها را از بین میبرند. این است که در این مقوله، در این بحث فلسفی که مطرح کردیم، این است که اساس بر توحید است، یک خداوند است و همه چیز وابسته به خود انسان است. بدی ها وابسته به انسان است، نار از وجود خود انسان است. کافران هم نار خود را جازبند. کافران اینجا در این دنیا چه کردند؟ کفر ورزیدند و نار جمع کردند. خب این نار را رها کردند به حال خود؟ نه، جازب این نار هستند. در دنیای دیگر هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت، هر کسی آنچرا که کشته است درو خواهد کرد. خب اینجا اگر آتش درو کرد، آتش کاشته، هم آنجا آتش درو خواهند کرد. این امر بسیار مبرهنی است و ما هم راجبان بسیار سخن گفتیم. الخبیثات للخبیثین اشاره است به آیه‌ای که حتما همه می‌دانید، آیه مبارکه سوره نور آیه 26 است که می‌فرماید الخبیثات للخبیثین، یعنی زنان خبیث، زنان بدکار، زنان خبیث رو خیلی معنی کردن. بعضی ها گفتن اصلا خبیثات یعنی کارهای بد، که البته این با سیاق قرآن جور در نمی آید، چرا که کار بد که مؤنث و مذکر ندارد، نمی شود گفت که کار بد مؤنث است و مذکر. ولی خبیث، می دانیم همه خبیث
خباثت زاهی خبس، یعنی بدی و بدتینتی. میگوید که الخبیثات للخبیثین، قرآن میفرماید که زنان خبیث برای مردان خبیث هستند، زنان بدکار برای مردان بدکار هستند. و الخبیثون للخبیثات، مردان بدکار برای زنان بدکار هستند. و طیبات للطیبین، مردان زنان پاکیزه برای مردان پاکیزه هستند. و طیبون للطیبات، و مردان پاکیزه طیب به با برای مال زنان طیب هستند. این در ازدواج ها کاملا به چشم میخورد. کاملا میبینید که معمولا افراد که میآیند با همدیگر از جهت پوست رو که بگذاریم کنار، این کفیت همینه دیگه، گفتن زن و مرد باید کف باشن، همین است. ما کفیت رو به ظاهر، این زیباست آن هم زیبا باشد، این پوردار است این آن هم پوردار باشد، این تحصیل کرده است آن هم تحصیل کرده باشد، ما کفیت رو به اینها میگوییم. ولی یک کفیت ظاهری هست، اینها کفیتی که در پوست هست. یک کفیت باطنی هست که آن هم ایمان است و به آن بیشتر تاکید شده است. گفتن وقتی که رفتید به جمال شخص نگاه نکنید، به پول شخص نگاه نکنید، به دارایی شخص، به مقام شخص نگاه نکنید، چون اینها زایل خواهد شد، حتما از بین خواهد رفت. به ایمان شخص بنگرید که ببینید آیا این زن خداست، این مرد خدایی هست یا نه. اگر بود که با او پیمان ببندید، اگر نبود از او دوری کنید. چرا که اصل مطلب همین است. و اکنون این همه طلاق زیاد شده است، از هر دو تا سه تا ازدواج تبدیل به طلاق می شود، دلیلش همین است که این کفیت ایمانی رو کسی در نظر نمی گیرد. ظاهر رو در نظر می گیرد، ظاهر رو به هر حال تزیین می کنند و در معرض دید قرار می دهند. این اشخاص ظاهربین هم به دنبال ظاهر می روند و نهایتاً به جای یک زندگی طیبه، یک زندگی پاکیزه، یک زندگی پر از جنگ و نفرت و ناراحتی و نگرانی و استرس اینها دارند که به هیچ دردی نمیخورد. این که قرآن فرمود که زنان بد برای مردان بد، مردان بد برای زنان بد، زنان خوب برای پاک برای مردان پاک، و مردان پاک برای زنان پاک هستند. ادامهش میفرماید اولئک مبرئون مما یقولون لهم مغفرة و رزق کریم. اینها بری هستند از آنچه که میگویند، یعنی این طیبات و طیبین. میدانید که این قصه بعد از قصه افک آمد. قصه افک رو حتما همه میدانید که من مختصری اشاره بکنم. در یکی از سفرهایی که بوده است، عایشه آمد با پیغمبر حرکت کرد و پیغمبر چون کار داشت زودتر آمد، عایشه کمی دیر کرد. وقتی که دیر کرد، ناگهان شتر عایشه سقط شد و مرد در وسط راه، ماند وسط راه. یکی از صحابه که بود از پشت سر می آمد، جوانی بود، از صحابه رسول الله بود، آمد و دید که ام المؤمنین آنجا ایستاده است، وسط بیابان مانده است و شترش مرده است. بنابراین او رو سوار شترش کرد و خود پیاده آمد تا مدینه. وقتی که آمد، وقتی که این مردم اینها رو دیدند، گفتند یا عایشه، تو با این جوانک تنها در دل صحرا چه می‌کردید؟ قصه افک بود و مسلمانان آمدن تهمت زدن به عایشه. به عایشه گفتن که تو مرتکب زنا شده ای و او رو بسیار رنجاندن. این سخن به گوش پیغمبر رسید و وقتی که رسید، این آیه افک که مشهور است نازل شد که ای رسول بگو که زنان رسول پاکند و مطهرند و از هر گونه شایع پراکنی و از هر گونه تهمت زدن به یکدیگر دوری کنیم. اگر، و این آیه هم در ادامه همان آیه افک است که میگوید که اگر شخصی که آمدید دیدید که خبیث است، آن هم خبیث است، طیب است طیب است. اگر میبینید که پیغمبر طیب است،
بر مبنای قانون الطیبات للطیبین قرآن قانون میفرماید، یعنی زنان پاک برای مردان پاک است. یک طرف رو دیدید که پاک است، آن دیگری هم حتما پاک است. اگر آن دیگری خبیث بود، بدکردار بود، این دیگری هم بدکردار است. خیلی مقیاس و معیار جالبی است. یعنی این که شما برید ببینید که پیغمبر طیب است، پس چون قاعده این است که طیبین برای طیبات است و طیبات برای طیبین، بنابراین دیگر مشکلی نیست. عایشه طیب و طاهر است و کسی که اونها رو غسل بکند میبایست که به اساس قوانین اسلام با او برخورد شود. اولئک مبرئون مما یقولون، از آنچه که دیگران در مورد آنها میگویند اینها بری هستند، اینها جدا هستند. یک عده هم آمدند از جمله سلمان رشدی و اینها، از اینها در آن کتاب دست بله که واقعا کتاب خیلی بی ارزشی است از لحاظ هنری، حالا با محتواش کاری نداریم، در آیات شیطانی آمد و اینها رو بزرگش کرد. یکی این مسئله رو مطرح کرده، دیگر مسائل دیگری که لات و منات و عزا و آن چیزی که یهودیان درست کرده اند که وقتی که پیغمبر آمد و آن بحث لات و منات و عزا رو آورد، یک آیه رو نسبت میدن، تلک القرانیق الاولا ولشفاعتهن لترتجا. آمدن این افسانه قرانیق است که در طول تاریخ اسلام مشهور است که اینها قرانیق یعنی شفیعان، میگوین که وقتی که افرأیتم لات و العزا و منات الثالثه الاخرى، آیا دیدید لات و عزا رو؟ در سوره نجم هست که و مناتی که بود سه تا از فرشتگان و خدایان مؤنث عرب بوده است، آیا دیدید افرأیتم اللات و العزا و منات الثالثه الاخرى، اینها رو دیدید؟ بعد اینجا یهودیان آمده اند دو تا آیه وارد کرده اند، تلک القرانیق الاولا ولشفاعتهن لترتجا، اینها قرنوق ها و شافعان اولا بلند مرتبه هستند و شفاعت اینها آرزو می رود. می گویند که پیغمبر وقتی این رو در مکه خواند، بعد که به سجده رفت، یهودیان هم که این رو شنیدن با او و کفار با او به سجده رفتن که بله ایشون تطهیر کرد، بت‌های ما رو پذیرفت پیغمبر. همان قصه ی قرانیق و یا قصه های اف و قصه های دیگری که یهودیان محترم برای ما ساختن و بسیار بسیار فراوان است و به اسرائیلیات در تاریخ ما مشهور است، اینها رو ساختن و پرداختن و اینها رو به نسبت وارد کردن، حتی در کتاب‌های ما وارد کردند، حتی در کتاب‌های تفسیر ما وارد کردند. مع الاسف این اسرائیلیات رو آنچنان جالب وارد کردند که در تفسیرهای ما هست، در تمامی کتب تاریخ ما. مثلا آوردن اسرائیلیات رو در تاریخ طبری که از تواریخ معتبر اسلامی است وارد کردند و همین ها رو مسلمانان سنی و شیعه سالها مطرح کردند و اکنون جزء مسلمات تاریخی ما هست، در حالی که همه ساخته و پرداخته یهودیان است و آنهایی که با اسلام به مخالفت برمیخواستند، که البته تشخیص اینها بسیار سخت است و میگویند از احادیثی که ما داریم یک سومش صحیح است، دو سومش اسرائیلیات است. یعنی از سه حدیثی که در اسلام نقل شده است، دو تایش باد هواست، به قول جی باید اضراب علی الجدار شود، و یک سومش صحیح است. این که ما این دو سوم را از آن یک سوم چگونه جدا کنیم و اینها کارشان را بسیار خوب بلد بودند، کسی هست که میگوید من وقتی که داشت میمرد گفت آقا من گناه کردم، کسی بیاید بگوید که من مثلا میخواهم از گناهانم تبرئه بجویم، آمدن اسامیشون هست، من اینجا وقتتون رو نمیگیرم، اسامیشون هست که میگه که مثلا فلان کس آمد گفت والا من 30,000 تا حدیث ساختم داخل احادیث شما کردم.
خدا منو ببخشه، من الان دیگه دارم میمیرم دیگه. یکی گفته 5000 تا ساختم، یکی گفته من 3000 تا ساختم. اینها اگر در کتب مربوط عنایت بفرمایید، در کتب درایت الحدیث، فقه الحدیث و در کتب رجالی حساب بفرمایید، اینها بسیار فراوان است. از این جهت است که آمده اند و خیلی از حرفایی که گفته می شود، خیلی از سخنانی که به عنوان قطع اسلام بیان می شود، به عنوان ضعف اسلام بیان می شود در کتب فعلی ما، در فضای مجازی علیه اسلام بیان می شود، خیلی از اینها اساساً اسرائیلیات است، خیلی از اینها ساخته و پرداخته یهود است و اصلاً در اساس آن در قرآن ما و در احادیث اهل بیت اسنت دارد از هیچ کدام از اینها خبری وجود ندارد. الخبیثات للخبیثین واجب است، زشت را هم زشت جفت و ناسب است. خب قصه شو گفتیم. یه آیه دیگری هم هست میگه از زانی لا ینکح الا زانیه او مشرکه. مرد زناکار نکاح نمی کند، ازدواج نمی کند مگر با زن زناکار یا با زن مشرک. و زانیت لا ینکح الا زان او مشرک. و زن زناکار هم ازدواج نمی کند مگر با مرد زناکار یا مشرک. و حرم ذلک علی المؤمنین، اینها بر مؤمنان حرام شده. یعنی زن زناکار نمیتواند با مرد مؤمن ازدواج کند و مرد زناکار هم نمیتواند با زن مؤمن ازدواج کند. این هم در همین ارتباط بود که الخبیثات للخبیثین. سوره نور باید باشد اکنون خیلی حضور ذهنت. نار از شیطان و نور از حق بود، نور حق با نار کی ملحق شود؟ میگه جدا کرده، نار از شیطان است، نور از حق است. و نور از خداوند است، نار از نفس انسان است، از شیطان است، از چیزی که انسان او رو حاکم بر سرنوشت و زندگی خود قرار داده است. نوریان مر نور حق را طالبند، کافران هم نار خود را جاذبند. کافران نار خودشان را جذب میکنند، یعنی آتشی که در این جهان کافران افروختند آن رو جذب میکنند. این همه ما میگیم کافر نباشید، مشرک نباشید، به خاطر خودشان است، ولی خدا که احتیاجی ندارد به ایمان افراد. اگر همه جهان مؤمن بشوند در خدا تأثیری دارد؟ نه. اگر همه جهان کافر شوند در خدا تأثیری دارد؟ نه. در هیچ کس تأثیری ندارد. ولی خدا دوست دارد که همه ایمان بیاورند، دوست دارد همه اهل نور باشند، دوست دارد همه در جهان رستگار شوند. این از رحمانیت خداوند سرچشمه میگیرد. اصل نورانی همه روشن بود، اصل ظلمانی همه گلخن بود. اصلی که نورانی است روشنه، اما اصلی که ظلمانی هست گلخن است. گلخن جایی بود که چیزهایی رو میبردن در آنجا آتش میزدن، زباله هایی که در آنجا آتش می‌زدند و پر از خار و خاشاک بود. قدما خارها رو آتش می‌زدند، گلخن جایی که هم خارها در آنجا جمع شده است هم برای سوختن به کار می‌رود. کافران چون جنس سجین آمدند، نار دوزخ را خوشایین آمدند. جنسشان مولانا بحث زیبایی هم دارد، میگه که هر جنسی جنس خود رو طالب است. همچنان که جنس خبیث جنس خبیث رو طالب است، جنس طیب رو نورانی ها دنبال نورانیت می روند و ظلمانی ها دنبال ظلمانیت می روند. اکنون شما بزرگواران چرا در این جلسه هستید؟ مگر نه این است که نور مثنوی شما رو جذب کرده است به اینجا؟ نور رو جذب می کند، نور مثنوی، نور قرآن دیگران رو جذب می کند، اهل خود رو جذب می کند. این با هم بودن، کبوتر با کبوتر، باز با باز کند هم جنس با هم جنس پرواز. هر کسی با هم جنس خود هست، هر کسی با هم جنس خود مراوده دارد، محاسبه دارد و مماشات می کند. از این جهت هست که هر کسی که دنبال چیز نورانی رفت معلوم است او خود نورانی است. هر کسی هم رفت به دنبال چیزی که ناری است، آن معلوم است که ناری است. این نار خود جاذب است، جذب می کند. خوبی خوبها رو جذب می کند.
نور نورانی ها رو جذب می کند، این یک اصل است، و نار ناریان رو جذب می کند. هر کسی به جانب جایی می رود که از جنس اوست. چرا این رودها به سمت دریا می روند، به سمت آسمان نمی روند؟ چون جنسش از آب است و آب به آب می پیوندد. چرا هوا به هوا می پیوندد و به سختی در آب قرار می گیرد؟ به خاطر اینکه جنسش از همان جنس است. در همه دنیا این تناسباتی که وجود دارد، شما این ترکیبات شیمیایی رو ملاحظه بفرمایید، اگر این تناسبات نبود، تناسب مثلا الکترونی نبود بین اینها، اوربیتال هاش متناسب نبودن، آیا دو چیز با همدیگر ممکن بود جمع شوند؟ ممکن نبود. این است که در همه اقسام نقاط جهان این تناسب وجود دارد. چیزهایی که هم جنسن همدیگر رو جذب میکنند، آنهایی که هم جنس نیستند همدیگر رو دفع میکنند. کسانی که دروغگو هستند هی همدیگر رو جذب میکنن. انسان‌های راستگو و انسان‌های دروغگو بر نمیتابند، نمیتوانن با اونها همراه باشن، جدا میشوند، طبیعی است. و همه اینها نشان دهنده این است که هر چیزی اصل خود رو جاذب است، جذب میکند. هر چیزی در جهان اصلی دارد که همه به سمت او منجذب میشوند. کافران چون جنس سجین آمدند، سجین آن دوزخ خاص است، میگه چون جنس اینها سجین نیست، بنابراین در دوزخ وارد خواهند شد. ولی مؤمنان چه؟ مؤمنان در بهشت وارد خواهند شد. چرا؟ چون جنسشان از جنس بهشت است. مؤمن از نور خدا یابد امان، نار دوزخ شد سزای کافران. در بیان آن که بهشت و دوزخ هر دو از عاشق گریزانند و ترسان. بهشت و دوزخ، ولی عاشق کدومه؟ عاشق هر دوتای اینها رو به پشیزی نمیخواهد. کسانی که نورانی هستن میرن به سمت بهشت، کسانی که ناری هستن میرن به سمت آتش. عاشقان چه؟ عاشقان اینجا بسیار اندکن. غالب مردم عاشق نمیشوند. غالب مردم، بالای 99% مردم هرگز تو عمرشون عاشق نمیشوند. اگرچه به قول معروف اشتباه عشق برشون پیش میاد، التباس میکنن، فکر میکنن که عاشق شدن، ولی غالب مردم این لیاقت رو ندارن که عاشق بشن. این یک اصل. اینها یا ناری خواهند بود یا نوری، اما عاشقان نه ناری نه نوری. بهشت و دوزخ هر دو از عاشق گریزانند و ترسان. هم بهشت از عاشق میترسد، از عارف، از سالک فی سبیل الله میترسد، هم دوزخ. دوزخ از سردی آثار خیش. در روایت ها هست که وقتی که در قرآن هم اشاره شده است که وقتی که نور عارف، ان نور که ادفع نوری، امزه، وقتی که این مؤمن از پل صراط، پل نمادین صراط عبور می کند، وقتی به آتش گذر می کند، نگاه می کند به نظر رحمت به دوزخیان نگاه می کند که اینها رو از آنجا در بیاورد، رحمش می آید، آتش دوزخ به صدا در می آید، خود دوزخ و جهنم به صدا در می آید، می گوید بگذر از من، ان نور که ادفع ناری، نور تو آتش مرا، نار مرا خاموش کرد، از من بگذر. بنابراین جهنم از عاشق گریزان است، چون عاشق چنان سوخته است که آن سوزش او در برابر این سوزش جهنم هیچ است. و بهشت از کسادی بازار خیش. بهشت چرا اینها رو نمیپسندد؟ میگه بازار هم کساد میشود. اگر عشق آمد دیگر کسی طالب حور و عین و قصور و غلمان اینها نخواهد بود. طالب جنات تجری من تحت الانهار، متکئین علی فراش، سلسبیل و اینها نخواهد بود. آنهایی که عاشقند خواهند گفت آقا ما رو رها کنید، ما فقط با جمال حضرت محبوب عشق بازی کنیم، این نور و قصور همه اینها مال شما، ما اینها رو نمیخواهیم، ما فقط جمال خدا رو میخواهیم، ما فقط خود خدا رو میخواهیم، ما فقط میخواهیم به وصال حضرت حق برسیم. اینها رو به آنهایی بدهید که به طمع بهشت عبادت کردند، ما به طمع بهشت عبادت نکردیم. آن دوزخ رو هم از کسانی دور کنید که از ترس دوزخ دوری میکردند از دوزخ. ما اگر همین خدا بگوید حاضریم به دوزخ وارد شدیم و از این بهشت شما را نمیخواهیم. در دعای کمیت، در اون فراز بسیار عجیب و زیبا، حضرت علی مناجات زیبایی دارد، میگوید اگر
اگر مرا در آتش نهادی اعلان تو اهلها اینی احبک، خیلی عارفانه و عاشقانه است، میگه اعلان میکنم خدای اگر مرا روزی در آتش انداختی اعلان میکنم به اهلش اینی احبک، من تو را دوست میداشتم. همه بگم ای خدا کسی رو که تو را دوست میدارد چرا در آتش انداختی؟ همه شماتتت میکنن، بنابراین مرا در دوزخ ننداز که من اونجا هم خواهم گفت که تو را دوست میدارم. اگر تو بخواهی من هزاران سال در دوزخ خواهم ماند، هیچ هم صدایی از من بر نمی آید، چون تو میخواهی، چون تو میخواهی برای من همه چیز زیباست. من از دوزخ گریزان نیستم، به بهشت تو هم امیدی ندارم، من فقط تو را میخواهم و جمال ربوبی تو را میخواهم. عارف محققی در این باب گفته به سوز سینه جنت را بسوزم، به آب دیده آتش را دهم نم. اگر رفتم به بهشت، آن وقت بهشت رو با سوز سینه عاشقانم خواهم سوزان، همه بهشت رو به آتش خواهم کشید با سوز سینه‌ای که دارم. و اگر به جهنم فرستاد، آنقدر خواهم گریست در هوای یار و در عشق یار، آنقدر خواهم گریست که دوزخ رو هم خاموش کنم. و کما اشار المولوی قدس الله سره، عشق بس گرم است اندر لا مکان، هفت دوزخ از شرارش یک دخان. بحثی که دارد این است که عشق در لا مکان بسیار گرم است، اینجا دیده نمی شود، اینجا حرارت دل عاشق دیده نمی شود، ولی عاشقان رو حرارتی است که اگر یک ذره از آتش عشق عاشق رو بر جهان دوزخ بفرستی و بر هفت دوزخ بفرستی، همه اونها تبدیل به بخار می شود و همه آنها تبدیل به خاکستر می شود، تبدیل به دخان می شود، دود می شود. یعنی این آتش آنقدر عظیم است، آتش دل عاشق، که همه هفت دوزخ رو می سوزد. دوزخ خود به خود منتفی می شود و خاموش می شود. گویدش بگذر سبک ای محتشم، ورنه ز آتش های تو مرد آتشم. اطفا ناروک نوروک، این ناروک ناری، یکی هم هست که اطفا نوروک ناری، دو تا روایت است. یکی این که نور تو آتش مرا خاموش کرد، نور تو نار مرا خاموش کرد، یکی هم که نار تو نار مرا خاموش کرد. گویدش جنت گذر کن همچو باد، ور نگردد هرچه من دارم کساد. که تو صاحب خرمنی من خوشه چین، من بتیم تو ولایت‌های چین. من یک بت هستم، تو ولایت‌های چین هستی که میلیون ها میلیون بت از آنجا ساخته و پرداخته می شود و در این جهان می آید. هست لرزان زو جهیم و هم جنان، نه مرین را نه مران را زو امان. از نفس عاشق، از قلب سوزان عاشق، هم جهیم جنت لرزان و سوزان است، می لرزد و می سوزد، و هم جنان و بهشت می سوزد. نه مرین را نه مران را زو امان، هیچ کدام از اینها از دست دل عاشق در امان نیستند، نه بهشت نه دوزخ از قلب پر آتش عاشق در امان نیستند. انشاءالله که همه عاشق باشیم، عاشق بمانیم و عاشق از دنیا برویم. و السلام علیکم و رحمت الله.